منم خدا سلام و شبتون بخیر. امروز دوشنبه 28 اوت 1396 خورشیدی است که برابر می شود با 19 مارچ 2018 میلادی. به مجمع خبری ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا خوش آمدید. در نخست توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. حجار سبغت الله مجددی با حکمتیار با حکومت ولی گرگه که با خپل مشر او دولوس مشر به تعیین انتظار فرمانده ناتو از گروه طالبان با پاکستان. امسال ما شاهد فشارهای اجتماعی بر طالبان برای صلح خواهیم بود. و اعلام پیروزی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه. مشروع خبرها. صبغت الله مجددی هشدار می‌دهد که اگر انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن برگزار نشود، در لوی جرگر رئیس جمهور تازه را جایگزین حکومت وحدت ملی خواهند ساخت. در این میان گلبدین حکمتیار می‌گوید که اگر بخش بزرگ ناامن افغانستان از انتخابات دور بماند و این روند به گونه حوزه‌ای برگزار نشود، انتخابات را نخواهد پذیرفت. باعث حیات بوچوسیات بیشتر. شد و نشد انتخابات آینده ریاست جمهوری همگام با هشدار و نگرانی جریان های سیاسی. صبغت الله مجددی که برای رئیس جمهور غنی فال پیروزی دیده بود، در اینجا میگوید که اگر حکومت وحدت ملی انتخابات ریاست جمهوری را به موقع برگزار نکند، لوی جرگه رئیس جمهور تازه برای افغانستان خواهد گزید. پلوی جرگه که با خپل مشر او دولوس مشر به تعیین کی او بیا هغه به خپل کابینه تعیین دا بیل ده بول لارن لرو. گلبدین حکمتیار هم در میان هوادارانش در ننگرهار چند پیشرد را برای پذیرفتن انتخابات اعلام میکند. درشترینش مبدل شدن کل ولسوالی ها به 250 ولسوالی در افغانستان و برگزاری انتخابات حوزوی در آنان. اگر انتخابات قطعا نمانو چه اتا میلیون مهاجرین دیتری محروم شی او دا لوی برخ ناامن سیمو از توگن دیتری محروم شی. حکمتیار برای رئیس جمهور غنی، رهبر طالبان و کاخ سفید طرح تازه سال فرستاده، اما صبغت الله مجددی وعده های دولت را برای حاضر شدن طالبان به میز مذاکره بهای خیلی بالاتر از ارزش طالبان می داند. پدی چې دومره اختیارات ورکړی دی چې فقط نو کم پاته و چې ورتوی چې راشي د حکومت واخلي خلاص نو پدی اندازه پورې ضرور نه و. طالبان متجاوز خلک دي، تجاوز یې کړی ده او د پاکستان د ایسای په حکومت کې دا کارونه کوي. گلبدین حکمتیار در ننګرهار بر شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی نیز تاخته است. ځمکې غصب کړې، بانکونه یې لوټ کړل، اوغوی خپل عمل نامه کې د فساد، غلا، خیانت پرته بل څه نه لري. پیشتر رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی هر دو یک صدا گفتند که انتخابات آینده ریاست جمهوری در زمان معین آن برگزار می شود، اما دلداری های رهبران حکومت نتوانسته از بی‌باوری های سیاستگران افغانستان بکاهد. فرمانده نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان میگوید اگر گروه طالبان به میز مذاکره حاضر نشوند، با فشارهای مذهبی و اجتماعی مواجه خواهند شد. این فرمانده نظامی ناتو همچنان به پاکستان هشدار میدهد که گزینه‌های متفاوت در برابر پاکستان روی میز است و گام بعدی را رئیس جمهور آمریکا بر ضد پاکستان خواهد برداشت. فرمانده نیروهای ناتو و آمریکایی از طالبان میخواهد که به خواست صلح کابل پاسخ مثبت دهند. این نظامی ناتو هشدار میدهد اگر طالبان به میز مذاکره حاضر نشوند، با فشار علمای دینی و بین المللی مواجه خواهند شد. امسال ما شاهد فشارهای اجتماعی بر طالبان برای صلح خواهیم بود. انتخابات برگزار خواهد شد. مردم افغانستان رهبر آیندهشان را انتخاب خواهند کرد.
فشارهای مذهبی با برگزاری نشست علما در اندونزیا و جاهای دیگر بر طالبان وارد خواهد شد تا مشروعیت دینی جهاد در افغانستان را از آنان دور سازد. آقای نیکلسون همچنان وعده می‌دهد که در کنار نیروهای افغان در برقراری امنیت انتخابات نیز همکاری خواهند کرد. ما و جامعه جهانی به تمام توان از راه‌های ممکن حمایت خواهیم کرد که انتخابات در سال 2018 برگزار شود و ما از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت می‌کنیم که این روند در فضای امن برگزار شود. این نظامی ناتو همچنان از طالبان می‌خواهد که دست از کشتار غیر نظامیان بردارند. بخش دیگر عملیات ما در سال 2018 این است تا شرایط امن را در شهر کابل به وجود بیاوریم. فرمانده عمومی ناتو همچنان تاکید ورزید که امریکا فشارهای خود را بر پاکستان وارد خواهد ساخت تا بر روند صلح افغانستان یکجا شوند و دست از خشونت بردارند. گروه طالبان هشدار دادند که اگر جریان برق در مناطق زیر اداره آنان در کندوز و بغلان وصل نشود، برق کابل را قطع نگه می‌دارند. شرکت برق می‌گوید طالبان دو پایه برق را در مسیر کندوز بغلان منهدم ساختند که سبب قطع برق ترکمنستان در بخش‌هایی از کندوز و بغلان شده است. این هشدار طالبان سبب واکنش تند باشندگان پایتخت شده است و می‌گویند طالبان به هیچ قانون و قاعده پابند نیستند. گروه طالبان با ارسال پیام بر رسانه‌ها گفتند اگر جریان برق در ولسوالی چهاردره ولایت کندوز، ولسوالی دهنه غوری و منطقه خواجه الوان ولایت بغلان به بنیادی برنگردد، جریان برق کابل را قطع نگه خواهد داشت. این گروه نیز هشدار داده است که اگر برنامه‌های توسعه و بهداشتی به گونه متوازن در مناطق زیر اداره طالبان از سوی حکومت اجرا نشود، حکومت را با چالش‌های فراوان روبرو خواهد کرد. جنایت بزرگ خود بودی و همه سیئات و گناهایی که به این اساس زجر و تکلیف است به مردم افغانستان میرسه، هر کسی که برق قطع میکنه به او خاطر رسید. شرکت برق باریان نیوز میگوید که طالبان دو پای برق در مسیر کندوز بغلان منهدم کردند که سبب قطع برق بخشهای از بغلان و کابل شده است. این هشدار طالبان با واکنش باشندگان پایتخت روبرو شده است، زیرا آنان میگویند که طالبان باید قوانین جنگ را رعایت کنند، ورنه گرفتن امکانات نخستین زندگی از شهروندان نفرت مردم را در برابر این گروه بیشتر میسازد. برق کنا قطع میکنه، نقصش به مردم است، نه که به دولت. اونا باید که مستقیم هر موضوعی که بینشان است باید امرای دولت مستقیم حل کنند. طالبان وقتی که برق قطع میکنن، برق حکومت قطع نمیکنن، برق مردم بیچاره و غریب قطع میکنن. در همین حال شرکت برق در پیوند به این هشدار طالبان حرف نمی زند. اما پیشتر از این شرکت برق اعتراف کرده بود که طالبان صرفه برق در مناطق زیر ادارهشان جمع‌آوری می کنند و از همین آدرس میلیون ها افغانی به کیسه خود می ریزند. علمای پاکستانی تاکنون موقفشان را در مورد نشست اندونزیا روشن نساختند. رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح میگوید که احتمالاً تا 10 روز آینده این نشست در اندونزیا برگزار خواهد شد، اما علمای پاکستانی از حضور در این نشست اطمینان ندادند. در همین حال شورای علمای کشور نیز از نشست اندونزیا استقبال کردند، میگویند این نشست به نفع صلح خواهد بود. شبیر احمد صالح با جزئیات بیشتر در این مورد. تلاش ها برای پایان جنگ در افغانستان. شورای عالی صلح از احتمال برگزاری نشست علما در اندونزیا تا 10 روز آینده خبر می دهد. رئیس دبیرخانه شورای صلح می گوید در این نشست قرار است علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا در مورد جنگ افغانستان از دید اسلام ابراز نظر کنند. اما تا اکنون علمای پاکستانی از حضور در این نشست اطمینان ندادند. انشالله از پدی مطمئنیم که دیار لسته و نویم کال با افغانستان که ده سول او ده مذاکرات کال بی. من منتظریو ده مثبت جواب تا هیله مداده چه ده مثبت جواب ده افغانستان ده طول اولس وقتنو تا چه ده اسلام ده اوامر و پرناکی چه جناب مول صاحبان ورته اشاره وکلا طالبان همزن مکلف وگنی. گروه طالبان نیز با پخش خبرنامه از علمای افغانستان خواست است تا در این نشست اشتراک نکنند. در همین حال شورای علمای کشور می گوید در این نشست اشتراک خواهند کرد. شورای سرتاسری علمای افغانستان برای آوردن خیر و سعادت و صلح
تمام قوت هایی که علمی باشه، سیاسی باشه، هر چیزی که در اختیار خود داشته باشن، همه رو او را برای آوردن صلح در اختیار این ملت و در اختیار هر کسی که دایره را بالا کرده باشه می داشته باشن. من لازم او گرنده چی پیو اسلامی هیواد که پا همه دلائل بانده بحثو کچی گویا به نتیجه که دی جنگ تا در مقابل طرف نا شرعی حکم ورکر شویده. طرح پیشنهادی صلح اندونزیا برای افغانستان همزمان با اعلام بسته پیشنهادی رئیس جمهور غنی با گروه طالبان ارائه شد. اما تا اکنون طالبان مسلح به این بسته و طرحهای صلح بی باوری ابراز کرده است. شما هم دعوت میکنم تا توجه کنید به چند خبر کوتاه. رویدادهای خشونتبار اخیر در کشور کمیسیون حقوق بشر را نگران ساخته است. این کمیسیون با پخش خبرنامه ای میگوید که حوادث اخیر که شامل قتل‌های فراقضایی، محاکمه صحرایی، تلفات ملکی و تجاوز جنسی در کشور نگران کننده است و نهادهای مسئول باید پاسخگو باشند. کمیسیون حقوق بشر میگوید این حوادث نشان دهنده تداوم خشونت، جهل، نادانی و جنایت روزمره است که امنیت کشور و مسئولیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازد. 12 مقام و کارمند پیشین چندین نهاد دولتی در هرات به شمول یکی از شهرداران پیشین این ولایت در پیوند به قضایای اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت‌ها به دادگاه کشانیده شدند. دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری فرهاد نیایش از شهرداران پیشین ولایت هرات را به جرم اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت‌ها به 16 سال و 7 ماه زندان محکوم کرد. این مرکز به پرونده های آن کارمندان بلندپایه دولتی رسیدگی می کند که به فساد اداری و استفاده سو از صلاحیت ها متهم هستند. توبا یحیی، یک زن کانادایی افغان تبار که به جرم قتل 3 دخترش و نیز همسر نخست شوهرش حدود 9 سال را در زندان کانادا سپری کرده است، اکنون از این کشور اخراج می شود. توبا که با خانواده‌اش در سال 2007 میلادی به کانادا مهاجرت کرده بود، کارت اقامت دائمی کانادا را دریافت کرد، اما اکنون وزارت امور مهاجرت کانادا مدارک اقامت او را باطل اعلان کرده است. توبا با همسرش محمد شفیع و پسرش حمید در سال 2012 میلادی به قتل دخترانش مجرم شناخته شدند. دوباره خوش آمدید. توجه کنید به چند خبر کوتاه از خارج کشور. پس از پیروزی قاطع ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه، رهبران کشورهای غربی تا هنوز واکنش نشان ندادند. در پی اعلام نتایج انتخابات روسیه، ولادیمیر پوتین با کسب 76% آرا زمام امور روسیه را یک بار دیگر عهده‌دار شد و تا 6 سال دیگر در سمت ریاست جمهوری این کشور ابقا گردید. بعد از آقای پوتین، پاول گوردینن نامزد حزب کمونیست با 13.2% آرا دوم است. پیروزی آقای پوتین در حالی صورت می‌گیرد که طی هفته‌های اخیر پس از مسمومیت جاسوس سابق روسیه در بریتانیا، تنش بین غرب و روسیه عمیق‌تر شد. دولت بریتانیا معتقد است روسیه در این کار دست داشته است. مقام ها از کشته شدن یک مرد فلسطینی از اثر تیراندازی سربازان اسرائیلی خبر می دهند. سربازان اسرائیلی گفتند این مرد یک تن از همقطاران آنها را با چاقو زخمی ساخت. این واقعه که دیروز رخ داد در حال صورت می گیرد که بعد از اعلان ماه دسامبر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل، تنش میان فلسطین و اسرائیل افزایش یافته است. با خبر اقتصادی هم خوش آمدید. وزارت معادن می‌خواهد پیمان‌های بزرگ استخراج معادن را بر شرکت‌های آمریکایی واگذار کند. در همین حال دیدبان شفافیت می‌گوید در وضعیت کنونی وزارت معادن با فساد گسترده روبرو است و ظرفیت نظارتی از پروژه‌های بزرگ را ندارد. مسئولان این نهاد می‌گویند پیش از آوردن اصلاحات نباید پیمان‌های بزرگ معادن امضا شود. در همین حال وزارت معادن می‌گوید این وزارت ظرفیت نظارتی و مدیریتی از معادن را دارد. لیدانیوزی با جزئیات بیشتر.
پس از آن که ایالات متحده آمریکا برای سرمایه گذاری در معادن کشور علاقمندی نشان داد، حکومت هم خواسته تا پیمان استخراج چند معادن را به شرکت‌های آمریکایی واگذار کند. دیدبان شفافیت از حکومت می‌خواهد در پیمان‌های بزرگ شفافیت را جدی بگیرد. به خاطر راضی ساختن رئیس جمهور ترامپ، ما معادن خود را به شرکت‌های آمریکایی که شفافیت و حسابدهی را شاید در نظر نگیرن، چون وضعیت فعلی حکومتداری سکتور معدن بسیار ضعیف است، ما نمیتونیم که این خسارات را متحمل شویم و بر مردم افغانستان قابل قبول نخواهد بود. ما از رئیس جمهور افغانستان میخواهیم که قبل از اینکه هر قرارداد را به شرکت‌های آمریکایی میبندد، باید که تمام مسائل شفافیت و حسابدهی را در نظر گرفته. مسئولان این نهاد همچنان نگران امضای پیمان‌هایی است که در مناطق ناامن قرار دارد. به گفته آنان، این کار سبب افزایش مصارف امنیتی استخراج معادن و یا ناکامی پروژه ها خواهد شد. هر اگر قرار دادونه چکی که اگر باید شفافی، اگر باید ازاد رقابت در اعلان شی، در افغانستان قانون به نظر که اونوال شی، در افغانستان افغانستان د خلکو د ملي منافعو ته په ګټه دي هغه په نظر کې ونیول شي هغه که هر چا ته قرارداد ورکول کیږي. اما وزارت معادن میگوید برای توسعه منابع زیرزمینی و معادن کشور میخواهد استخراج معادن را به شرکت های خارجی واگذار کند. مسئولان این وزارت میگویند توانایی مدیریت و نظارت را از پروژه های بزرگ دارند. وزارت توانمندی ظرفیتی را داره که قراردادهای بزرگ مدیریت بکنه و همچنان میتونه قراردادهایی که در گذشته شده به یک انجام منطقی برسانیم. بررسی های ما در 14 پروژه که در گذشته ها بوده، مثلا مثل عینک، آمود دریا، افغان تاجک جریان داره، ما قراردادهای متعددی را بررسی میکنیم تا مشکلاتی که در بخش تکنیکی، در بخش حقوقی و در بخش اقتصادی حل شود. حکومت افغانستان در سطح ملی و بین المللی یک سلسله تعهدات را برای تضمین شفافیت در بخش معادن کرده است، اما نهادهای جامعه مدنی میگویند حکومت در مورد عملی شدن این تعهدات گام‌های اساسی بر نداشته است. توجه کنید به نرخ شماره از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 15 پول، یک یورو 84 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه پاکستانی 615 افغانی و 1000 روپیه هندی 1060 افغانی. کابل ابری، احتمال بارش باران، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 5، هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7، مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 12، جلال آباد ابری، احتمال بارش باران، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 14، قندهار نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 11، و غزنی ابری، احتمال بارش باران، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1. از همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت سپاسگزار هستیم. شبتان خوش. خدا نگهدار. خدا حافظ.